انواع سوپ سوپ ها به دسته های مختلفی تقسیم میشن یا قلیز و سنگینن مثل پتاژ و سوپ جو و یا اینکه رقیقم مثل کانسومه ها و برای شفاف کردن کانسومه ها معمولا سفیدی تخم مرغ رو با همزن زم و مری رو که شامل هویج و پیاز و تره فرنگی و کرفسه رو بهش اضافه میکنن و گهگاهی هم ممکنه چند تا تیکه مرغ بهش اضافه کنن اینو با هم کاملا باید هم بزنین مخلوط کنین بعد استاکو توی آب میریزین استاک شما ممکنه از چیکن باشه مرغ باشه یا از گوساله باشه وقتی که استاک شما گرم شد سفیده تخم مرغ رو روی اون میریزین سفیده تخم مرغ باعث میشه که کانسومه شما شفافتر بشه یه بسته بوکه گارنی هم به اون اضافه میکنین اجازه میدین تا این کاملا بجوشه و هر آنچه ناخالصی این استاک وجود داره رو سفیده به خودش جذب کنه بعد بسته بوکه گارنی رو بیرون میارین و به آرومی سفیده ای که روی استاک وجود داره اون رو از قابلمه جدا میکنین و بعد اونو کاملا از صافی رد میکنین. کانسومه مرغ به مدل های مختلف درست میشه. بعضی مواقع یه مقدار پنجشش مدل داره که معمولا این سبزیجاتو بلانچ میکنن و با کانسومهی که کاملا شفافه گاهی اوقات یه جوش کوچیک میدن و گاهی اوقاتم هم همطور که ملاحظه میکنین سبزیجات بلانچ شده رو توی ظرف میرزن و کانسومه شفاف رو به اون اضافه میکنن دسته بعدی براسه که شما با طرز تهیه براس آشنا هستین معمولا سوپی که با براس درست میشه خیلی شفافتر از سوپی که با استاک درست میشه براس اسکاتلندی بسیار معروفه که تزین روی اونم کمی جعفریه دسته دیگه از سوپ ها پور است که معمولا سبزیجات بعد از آب پس کردن توی مخلوط کن میرزن تا کاملا پوره میشه در آخرم بهش خامه اضافه میکنن و با یه مقدار خامه هم تزیین میکنن همطور که ملاحظه میکنین اینجا ما پوره یه کدو حلوایی رو به شما نشون میدیم ببین عزیزان پوره کدو حلوایی رو بعد از آب پس کردن توی مخلوط کن میریزیم و کاملا مخلوط میکنین تا له بشه یادتون باشه یه دسته دیگه سوپ ما داریم که پتاژ بهش میگن که در اون قسمت حبوبات هم میپزن له میکنن با سبزیجات و یه کمی آرد مخلوط میکنن پتاژ میگن حالا برگردیم ما سر پوره ملاحظه کنین عزیزان بافت این چقدر لطیف شده معمولا در آخر یه کمی کره یا خامه به سوپ پوره اضافه میکنم ولی دقت کنیم بر اینکه دمای خامه با سوپ یکی بشه ابتدا یه مقدار از سوپ رو جدا کنید خامه رو بهش اضافه کنین هم بزنید وقتی هم دمای سوپ شد به اون اضافه کنین دسته بعدی سوپ خامه‌ایه. سوپ خامه‌ای یا کرم سوپ معمولا از انواع روها درست میشه. بستگی داره به اون نوع کرم سوپ شما. مثلا شما اگر میخوایم براکلی رو درست کنین، بعد از اینکه براکلی رو آب کردین، اونو توی مخلوط کن بریزیم و اونو کاملا له کنین. له شدن اون بستگی به خودتون داره. ممکنه بخواین دونه های درشتری داشته باشه و یا اینکه همینطوری که ملاحظه میکنین لطیف و یک دست بشه سوپ خامه ای رو معمولا در انتهای سوپ بهش خامه اضافه میکنن و بعد با خامه هم تزینش میکنن یه دونه بروکلی هم اون وسط قشنگ ترش میکنه. دسته دیگه از سوپ ها بهش میگن چی؟ بسک بسک درست شده از سخت پوستان دریایی مثل چی؟ مثل میگو و خرچنگ و لابستر معمولا اینها رو توی فر میذارن گریل میکنن بعد از اینکه کاملا گریل شد همینطوری که ملاحظه میکنین عزیزان اینها رو باید کاملا بکوبین تا له بشه و بعد که اینو میپزین پوره میکنین و با دو تا تیکه میگو یا شامیگو میتونین اینو چیکار کنین تزئین کنین چادر یه دسته دیگه از سوپ هاست که معمولا این سوپ با فیله های دریایی فرورده های دریایی درست میشه فیله ها رو کاملا کوبیده و اینو به صورت سوپ درست میکنن و در آخرم با یه تیکه فیله گریل شده اونو تزئین میکنن و سرو میکنن دسته دیگه ای از سوپ ها سوپیه که با ولوته درست میشه ولوته ما هم چیکن ولوته داریم هم فیش ولوته داریم وقتی که استاک ولوته رو درست میکنیم معمولا نوعای مختلف سوپ رو باهاش درست میکنن با نخود سبز خامه و سبزیجات دیگه دسته دیگه از سوپ ها سوپ های سرده که بهش میگن چی کاسپاچو یا همون آبدو خیار خودمون آبدو خیار خودمون هم سوپ سرده معمولا کاسپاچو رو سرد سرو میکنن